بیه به اضافه پی دوم. خب اگه دقت کنید این کل چیزهایی بود که شما باید بلد باشید. رشته ریاضی معادله مثلثاتی تانژان کوتانژانت هم میخوان که حالا ایشالله به اونجا رسیدیم، یه دونه دوتا مثال هم از اون گذاشتیم، خود آقای شعبان علی براتون خواهند گفت. خب من دیگه وقتتون رو نمیگیرم، میریم سراغ حل تمرینات با آقای شعبان. ممنونم بچه ها. تمرین شماره 11 گفته معادلات زیر رو حل کن. ببین ما اولین کاری که میکنیم میریم سینوسمون رو اینجا تنهاش میکنیم. من منفی رادیکال 3 رو باید ببرم اونور تقسیم بر 2 بکنم، یعنی میگم سینوس x برابر میشه با رادیکال 3 دوم. بچه ها سینوس چند درجه میشه رادیکال 3 دوم؟ سینوس 60 درجه، یعنی همون پی سوم خودمون. پس می نویسم x برابر میشه با 2 کاپی به علاوه پی سوم، یه بارم x برابر میشه با 2 کاپی به علاوه پی منهای پی سوم. قبوله، یعنی همون 2 پی سوم خودمون. بریم بعدی، تمرین بعدی. بچه ها رادیکال 8 رو اول از همه قبول داریم من میتونم بگم دو تا رادیکال 2 میبرمشون بر، میگم سینوس x هم برابر میشه با منفی 2 تا رادیکال 2 تقسیم بر 4، یعنی منفی رادیکال 2 دوم. آقا سینوس شده منفی، دقیقا همون مثال چالشی است که آقای لشینی هم برامون حلش کرد. ببین اگر سینوس جلوش منفی بشه منفی رو میدیم به زاویه، آقای لشینی گفت منفی رفت و آمد داره. پس می نویسم میشه سینوس منفی پی 4. حالا یک بار دیگه x میشه 2 کاپی منهای پی 4، یعنی به علاوه آلفا، یه بارم x میشه 2 کاپی به علاوه پی منهای آلفا، یعنی منهای پی 4. قبوله بچه ها؟ این معادله هم به این صورت حل میشه. بریم بعدی، به هم چی گفته؟ گفته 2 تا سینوس 3x منهای رادیکال 2 مساوی صفره. از اینجا بازم میگم سینوس 3x میشه رادیکال 2 دوم، یعنی همون سینوس پی 4. قبوله؟ منو نگاه کن این دفعه به جای ایکس سی ایکس دارم. پس می نویسم سی ایکس میشه 2 کاپی به علاوه پی 4 که از اینجا همه رو تقسیم بر 3 بکنم. ما می خواهیم معادله حل بکنیم، یعنی می خواهیم ایکس به دست بیاریم. پس میگم ایکس اینجا میشه 2 کاپی سوم به علاوه بچه ها پی 4 تقسیم بر 3 بشه میشه پی 12. قبوله؟ و حالت پایینش میگیم یه بارم 3x میشه 2 کاپی به علاوه پی منهای پی 4. قبوله؟ آره یا نه؟ بچه ها پی منهای پی 4 میشه 3 پی 4. حالا همه رو تقسیم بر 3 بکنم، میگم x برابر میشه با بازم 2 کاپی سوم به علاوه 3 پی 12 یا همون دیگه نمیخواد همینو سادهش میکنم اینجا برات، یا همون پی 4 روم خودمون. قبوله بچه ها؟ این هم از این فرم. بریم بعدیش. آهان این میدونی دقیقا کدومه؟ همونی که آقای لشینی بهمون گفت آقا سینوسه مثلا اینجوری بهمون بدن سینوسه مثلا دومی. ببین دقیقا فرم اینه ها، سینوسه 2x شده سینوسه 3x. پس یه بار میگم 3x برابر میشه با 2 کاپی به علاوه 2x، یه بار میگم 3x میشه 2 کاپی به علاوه پی منهای 2x. قبوله یا نه؟ بچه ها x ها میرن پیش هم دیگه، 3 تا x منهای 2 تا x میشه یه دونه x که میشه 2 کاپی. و اینجا این اگر بیاد این ور، ببین اینو اگر بیارمش این ور، مگه 5 تا x مساوی 2 کاپی به علاوه پی نمیشه؟ 5 تا x شده یه عبارتی، پس x میشه عبارت تقسیم بر 5. عبارتمون 2 کاپی به علاوه پی بوده تقسیم بر 5 میشه. قبوله؟ این از این حله یا نه؟ بریم سراغ مثال بعدی. خب حاضری؟ بچه ها بدبخت شدم، سینوس ضرب در کوسینوس. ببین ما چند تا فرمول طلایی باید بلد باشیم سینوس ضرب در کوسینوس ببینیم فرمولش چی میشه. قبول داری میشه 1/2 سینوس 2x برابر شده با رادیکال 3/4. بچه ها این 2 مخرجو با این 4 مخرج ساده بکنم اینجا میشه 2، یعنی
خوشگل‌تر بنویسم. سینوس 2x میشه رادیکال 3/2. بچه‌ها سینوس چند درجه میشد رادیکال 3/2؟ مرسی. سینوس پی 3. پس یه بار میگم 2x میشه 2 کاپی به علاوه پی 3. یه بار میگم 2x میشه 2 کاپی به علاوه پی منهای پی 3. قبوله؟ منو نگاه، بازم تو معادله بالا همه را تقسیم بر 2 میکنم. اول چی میگم؟ میگم x برابر میشه با کاپی. ببین 2 کاپی تقسیم بر 2 بشه، 2 ها با هم دیگه میرن، یه دونه کاپی میمونه و پی 3 تقسیم بر 2 بشه میشه پی 6. این از این معادله پایین. اینو اول از همه سادهش کنم میشه 2 پی 3. بچه ها بازم اگر همه رو تقسیم بر 2 بکنین x برابر میشه با بازم 2 کاپی میشه کاپی. این از این 2 پی 3 تقسیم بر 2 میشه 2 پی 6. پس یهو دوها رو